بینندگان عزیز تلویزیون پرشیانا سلام، با سلسله جدید برنامه پرشیانا تاک در خدمت شما عزیزان هستیم. هدفمون از تهیه این برنامه ها ایجاد یک فضای گفتگو با فرهیختگان و هنرمندان پارسی زبان هست. به همین منظور امروز در خدمت آقای علی فیضی نوازنده و ترانه‌سرا هستیم. آقای فیضی سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه. سلام خدمت شما عرض میکنم. سلام درود. ممنونم. آقای فیضی بگید برامون از کی به نوازندگی پرداختید، از چه سنی و چطور شد که ساز دوتار رو انتخاب کردید؟ خب من زمانی که کوچک بودم تو افغانستان، اونجا اون وقتایی که اونجا بودم خب تلویزیون اینا نداشتیم اون موقع. اونجا من خواندنای محلی و یا کلاسیکی افغانی که از رادیو پدرم میمون میشنویدم، بس این خواندن دوتار رو که میشنویدم با خواندنای با کسایی که مینواخت خیلی برای شیرین بود و دوست داشتم که موقعی که بزرگ بشم اینو باید یاد بگیرم. خلاصه از اونجا این شوقی داشتم، خیلی تو ذهنم بود، اومدم اروپا، از اونجا سفر کردم اومدم ایران و از اونجا اومدم رسیدم اروپا. اینجا بعد از درس و اینا در اروپا موقعی که زبان فرانسوی یاد گرفتم، بعد فکر کردم خدای من باید این چیزی که در کوچک بودم که دوست داشتم یاد بگیرم باید اینجا آغاز کنم. خلاصه از اینجا بعد تقریبا یک 10 سال پیش اینا تصمیم گرفتم باید یک آلات موسیقی به نام دنبوره که حالا دوتارم یاد میکنن، من اینجا خیلی گشتم پیدا نکردم. بعد خلاصه رفتم در اتریش در وین، اونجا یک دوستم بود، از اونجا یکی از این دوتارا پیدا کردم و اونم دنبوره نبود، اون فقط سازای ترکی بود که اونا را با سیم بود، سیمایش اونا را عوض کردم، بعد نیلون انداختم که بعد دنبوره خلاصه جور کردم. از اونجا از پیش خود در رو اینترنت نگاه کردم و یواش یواش یاد گرفتم. شما زدن دوتار رو توی فرانسه آغاز کردید؟ آره. بعد از مهاجرتتون بله. شما ترانه سرایی هم میکنید در سبک هزارگی اگه بله. اشتباه نکنم بله. این سبک رو میشه توضیح بدید و رابطهش با زبان فارسی؟ بله، سبک هزارگی یک سبک خیلی مختلفه به سبک دیگر محلهای افغانستان. هر محل افغانستان یک سبک خاص داره و سبک هزارگی که هست سبک یک شبیه کوچیکی به سبک مغول میمونه که این با انگشت نواخته میشه و بدونی که کدام چیز در دست خود بگیری نواخته میشه. خب با این چهار بیتی داریم و دیگه داریم که بیشتر با این شعر میخونیم و مینوازیم. وقتی شعرها به زبان فارسی هستش. آره. خب شما الان چندین سال در فرانسه به سر میبرید و از افغانستان که کشور مادریتون هست دور شدید. ترانه سرایی به زبان در واقع فارسی افغانستان براتون چه حال و هوایی داره؟ اینجا من در لغاتی فرانسوی میگن یه جور اواده میکنم، یه جور من که از افغانستان دورم، از فامیل دورم، اینجا فقط اون روزی که هم تصمیم گرفتم باید این دنبوره رو یاد بگیرم فقط به شوق خودم بود و به خاطر این بود که من اینجا یه لحظه از اون یادگاری های اونجا باید تو دستم تو ذهنم باشه و تو روزمره من باشه. بعد به همون خاطر یاد گرفتم اینو. مشکلی ندارید الان با زبان فارسی؟ با زبان فارسی نه اونقدر. همچنان رابطه رو حفظ کردید پس؟ بله بله. خب موسیقی سنتی در افغانستان الان چه جایگاهی داره؟ خب با توجه به اینکه افغانستان مدرن داره یک سنت‌های جدیدی از موسیقی رو تجربه میکنه، حالا پاپ، هیپ هاپ و سبک‌های دیگه، این موسیقی سنتی چه جایگاهی داره امروز در افغانستان؟ این موسیقی سنتی الان نسل جدید افغانستان هم همه رو آوردن به موسیقی هایی، به آلات موسیقی افغانستان با مثل دنبوره و رباب. بیشتر مردم ما هزارجات که هست، از هزارگی ها که هست، بیشتر در دوتار رو دارن، بسیار شوق دارن و در اون وقتایی که طالب ها و جنگ و اینا که بودم که اونا که حق نداشتیم موسیقی گوش کنیم و یک خواننده بود به اسم داود سرخوش که خیلی خواننده مشهور هزارگی است، اون در اون زمان ها مردم
با این خواندنای خود مثلا یعنی غیرت میداد که باید آبرو حیثیت خدا حفظ کنی با این دو تار دنبوره خود که اون بیشتر در اون موقع خواندنای انقلابی میکرد. خب همونطور که خودتون هم اشاره کردید، البته افغانستان در طول تاریخش مراحل خیلی سختی رو از لحاظ فرهنگ و هنر پشت سر گذاشته. مثلا در رژیم طالبان خب نوازندگی و آلات موسیقی حرام اعلام شده بود. این در واقع موسیقی افغانستان و به خصوص موسیقی سنتی چطور تونست نجات پیدا کنه؟ این استادانی بود که اونجا خیلی علاقمند و کلچه و فرهنگ و این مثل خودم که اینقدر دوست دارم که دنبوره بنوازم، اونا مثل من بود که اینا نمان اگر در جاهایی که میتونستم که جاهای خیلی گوشه باشم که مردم رو ذوق خود میکرد، به خاطر که اینها نمیماند که این کلچه و این موزیک از بین بره در موقعی که طالبا اونجا بود. خلاصه این استادان بود، بعد مردم و نسل جدید هم به تشویق کردن که بعد از اینها اینا باید این آلات موسیقی و این فرهنگ کلچه رو ادامه بده. در واقع یعنی مردم پیوندشون رو حفظ کردن و بعد از در واقع سرنگونی رژیم طالبان مجدداً اون آلات رو نواختن و موسیقیشون رو حفظ کردن. بله. جنگ های داخلی و خشونت هایی که در افغانستان هست آیا روی ملودی ها و ترانه هایی که ساخته میشه و در افغانستان تهیه میشه تأثیر گذاشته؟ آره آره، اون موقع طالبان هم که اون استادی که من یادآوری کردم به اسم داود سرخوش، اون بود که با اون خواندن های خود و اون شعر های خود در باره طالب ها و جنگ و اینا همیشه اونا یاد میکرد و مینواخت. اون خیلی علاقمند زیادی داشت. اصولاً سازهای سنتی موسیقی افغانستان کدوم ها هستن و چقدر نزدیکن حالا با موسیقی ایران یا هند؟ بیشتر رباب است که تو هندوستان هم رباب می نوازن، تنبوره و یه پرکوسیون به اسم دولک اونه و آرمونیه. این و دوتار که ما تنبور میگیم اون به مثل یک آلات موسیقی که در ایران می نوازن تو افغانستان هم هست و شعرهای هم که در افغانستان می نوازن با ایران اونقدر زیاد فرق ندار. چقدر تأثیر داره موسیقی ایرانی بر موسیقی افغانی؟ چون مثلا می دونیم که موسیقی افغانی و حتی یه سبکی به اسم سبک افغانی هست در ایران، آیا این در واقع تبادل در جهت ایران به سمت افغانستان هم بوده؟ اونقدر نه، خیلی کم فرق داره. حالا مثلا که من یادآوری کردم این شعر رو، فقط سبک و ملودی که فرق داره از ایران و افغانستان، اگر نه زیاد اونقدر زیاد بیشتر فرق نداره. سبک این با کمپوزی فرق داره، مثلا که کمپوزی ایران یک کمپوزی دیگر و افغانستان یک ملودی دیگر می نوازه. در مورد موزیک فولکلور افغانستان میتونید برامون توضیح بدید و نزدیکیش در واقع به ناحیه خراسان ایران چقدر تاثیر داشته این دو موسیقی بر هم دیگه؟ فولکلور افغانستان همونجوری که یادآوری کردم، فولکلور افغانستان مثلا هر قسمت های افغانستان سبک خصوص داره. مثلا طرف های ما، طرف های هزارجات سبک هزارگی داره و شمال افغانستان بیشتر طرف های بغلان و این طرف ها بیشتر سبک های به اسم قطغنی میگن که اینا سبک خود دارن و طرف هرات اینا بیشتر نزدیک به سبک های ایرانی میشه. این موزیک های فولکلور هم که محلی میشه تقریبا که می نوازن اینا، بیشتر هم مردمی نسل جدید اینا که میان الان که هستن اینا هم بیشتر همین فولکلور افغانی بیشتر دوست دارن. همینجا هم که شما گفتین، خب در افغانستان هنوز حتی نسل جوان خیلی پایبند مونده به موسیقی سنتی و اینو احساس میشه در افغانستان. این گرایش و این پایبندی به سبک سنتی چطور همچنان اینقدر در افغانستان حفظ شده؟ خب همونی که یک مثلا روی برای خود میگم، من که از افغانستان اومدم اینجا و در افغانستان اون موقعی تو فکرم بود دوست داشتم که این آلات موسیقی رو یاد بگیرم. مثل من الان مثلا در افغانستان خیلی خیلی آدم های زیاد هستن که رو به این آلات های موسیقی
تردیسیونل محلی روی آوردم، مثل دنبوره و رباب. به همین خاطر مردم زیاد دوست دارن که این آلات موسیقی از بین نره. مثل خودم هزاران آدم های دیگر همینطوری فکر دارن. آیا سانسور تا الان موسیقی افغانستان رو دچار مشکل کرده؟ اصلا شما با این بحث سانسور مواجه هستید در افغانستان؟ نه، هر کی که می نوازن می خونن اون مستقیم پخش می کنن دیگه، سانسور نمیشه. یا هرچی میگن هرچی می نوازن اون مستقیم پخش میشه. بله، شما امروز در فرانسه در باب موسیقی افغانی چی کار می کنین دقیقا؟ من اینجا در فرانسه کوشش میکنم با هر کسی که میان ما رو میبینن یا می نوازن روی سین که من گوش میکنم، من کوشش میکنم که فرهنگ و کلچوری افغانستان رو اینجا تازه کنم و نشان بدم به مردم که افغانستان فقط تصویر جنگ و اینا نیست، هم مثلا اینطوری کلچور و اینا هم دارن. الان امروز در فرانسه در باب موسیقی افغانی شما چه فعالیت هایی میکنید؟ من امروز در فرانسه اول کوشش میکنم که فرهنگ ما افغانی ها رو اینجا نشان بدیم، و قبلن ها که بود خودم تنها می نواختم و برای دوستایم که دوست داشت می نواختم، و امروز شده برای آغاز کار ما از طریق یک انجمنی به نام پیر کلاویر در اونجا آغاز شده که الان یک گروپی موسیقی جور کردیم که برای فعلا 5 نفر هستیم، و در این 5 نفر خودم دنبوره می نوازم و می خوانم، و یکی از دوستم به نام مشتبا اونم افغانی رباب می نوازه، و یکی از دوستایم هم به اسم میلاد سارمی ایرانیه که اونم دف می نوازه، و دو تا فرانسوی به اسم یکیش به اسم الکساندر که اون پیانو می نوازه و برادرش هم جاز می نوازه که به اسم بدخی میگن در فرانسوی. خلاصه ما این اسوسیاسیون کاری کرده بود. در اول ما در اون مکتب یک کنسرتی هماهنگ کرده بود در اونجا دادیم، بعد مردم زیاد آمده بود، گوش کردن، خیلی تشویق کردن، خیلی لذت بردن از اینجا، ما خیلی تشویق شدیم. بعد این رئیس این انجمن یک کنسرت هماهنگ کرده بود در الیزه در پیش رئیس جمهوری فرانسه، بعد رفتیم در ماه ژوئیه بود گذشته، در اونجا رفتیم یک کنسرت دادیم با همراه خودی رئیس جمهور، خودم خیلی صحبت کردم، خودش خیلی سوالاتی کرد، خیلی خوب فرهنگ و موسیقی خوبی بود، اولین بار بود میشنویدم و اینا و اینا غیره. بعدش و این دو تا بچه که می نوازن الکساندر و کنستانتاکی است، اینا پدرش کلون ارکستر است در پاریس به اسم اموغه دو کلوزل. این هماهنگ کرده بود یک کنسرتی در آلمان در شهر بیروت در 21 فستیوال اون شهر این کنسرت هماهنگ کرده بود که برای 3 روز اونجا بودیم ما گروپ ما. خلاصه رفتیم اونجا هم نواختیم و مردم خیلی لذت برده بود، خیلی خوش آمد، خیلی تشویق کردن و همینجور ادامه داریم. و در ماه نوامبر یک کنسرتی بعدی که داریم در ماه نوامبر در الزاس داریم که میریم اونجا می نوازیم و همین طور ادامه داره. آقای فیضی، به عنوان یک نوازنده افغان اگر بخواید به نقاط قوت موسیقی افغان اشاره بکنید به چیا اشاره میکنید؟ به قوت موسیقی افغانستان، اول اینکه در فرانسه در این گروه که ما جور کردیم امروز یک دوتار و دنبوره رباب و پیانو و جاز و دف و اینا رو که ما اینجا جور کردیم، این خیلی یک نقطه خیلی قوی که اینجا ما جور کردیم. و در افغانستان نقاط پرقدرت و قوی که در افغانستان وجود داره از آلات موسیقی و خیلی آلاتای موسیقی مختلف داره که در هند هم اونا رو حالا می نوازن، و در منگول هم در کشور منگول هم کنار می نوازن. مغولستان منظور؟ بله، مغولستان. و در افغانستان هم آلات‌های موسیقی مختلف دارن که خیلی خیلی خوبه و در کشورهای مختلف اونا رو می نوازن. زنها چقدر در عرصه موسیقی در افغانستان فعال هستن، حالا چه خوانندگی و چه نوازندگی؟ برای فعلا زنها خانمها بیشتر رو آوردن به
به آموختن یکی از آلات موسیقی که از قبل اونقدر نمیتونستن و بالخصوص در زمان طالب ها که اصلا حق نداشتن برن درس بخونن و آلات موسیقی و اینا به جایش. حالا خیلی من که درست دقیق نبودم برای فعلا اونجا نیستم و در اینترنت که اطلاعات میگیرم میبینم یک چند وقتی پیش بود تقریبا که یک کنسرت اجرا شد در بامیان و میبینم که خانوم ها و دخترها در اونجا آواز میخونن و دف مینوازن و میخونن و غیره. خیلی برای فعلا خیلی زیاد بیشتر نسبت به قبل، یعنی در واقع بهتر و بیشتر خانم ها در عرصه موسیقی فعالیت میکنن. اگه فعالیتی نمیکنن به چه دلایلی هست؟ آیا دلایل در واقع عرف جامعه هستش و یا کمبود کلاس، چطور هستش؟ هر دو تایش است. اگر فعالیت نمیکنن به خاطر که از مردم های و از خانوادگی های میترسن که برای که بعدش بزرگ شه یا برایش گپ بزنن که مثلا دختری فلانی الان خواننده شده و آواز میکنه، در واقع عرف جامعه باعث میشه. بله. آینده موسیقی افغانستان رو چطور میبینید؟ بله، آینده موسیقی افغانستان در فکر من، در دیدگاه من خیلی روشن میبینم که حالا که میبینم خیلی نسل جدیدی زن و بچه خیلی رو آوردن و تشویق میشن که در موسیقی های و آلات های موسیقی سنتی افغانستان از بین نره. و حالا هم خودم خبر دارم که در کابل خیلی کلاس های موسیقی وجود داره و خیلی استادایی هست که اونا رو بچه ها تشویق میکنن و درس میتن از هر حالات موسیقی که باشه، یا دنبوره یا رباب یا تنبور و یا دف و هر چی باشه. من خودم از دیدگاه خودم خیلی روشن میبینم. بسیار عالی، ممنونم آقای فیضی از این که در این گفتگو شرکت کردید. تشکر از همه ایتان، از بالخصوص از تلویزیونی پرسیانا، ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. بینندگان عزیز تلویزیون پرسیانا، با یکی دیگر از برنامه های پرسیانا تاک در خدمت شما بودیم. مهمان امروز برنامه ما آقای علی فیضی از نوازندگان و ترانه سرایان افغان بودند. امیدوارم که این برنامه رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشه. تا برنامه بعدی پرسیانا تاک، روز و روزگار بر شما خوش.